بعد از یه مدت خیلی 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 طولانی برگشتم پیشتون و توی ویدیوی امروزمون قرار راجع به بازی جدید سوپرسل به اسم اسکواد باسترز صحبت بکنیم. این بازی 3 روز پیش اعلام شده که وجود داره، متاسفانه نتونستم وقت بکنم که این مدت براتون ضبط بکنم، الان تازه تونستم و بازی کلوز بتا، یعنی تعداد زیادی بهش دسترسی ندارن اصلا، یه چند نفر خاصن که توی کانادا و یه کشور دیگه زندگی میکنن و دستگاه iOS رو دارن و تازه این افراد هستن که میتونن درخواست بفرستن به سوپرسل آیا قبول بشن آیا نشن. خلاصه حالا مونده تا به دست ما برسه بازی و بتونیم اصلا تستش بکنیم این بازی رو. متاسفانه و فقط گیم پلی هاش وجود دارن که قرار با هم راجعش صحبت بکنیم که بازیش چه مدلیه، آیا بازی خوبی هستش یا نه و هر چیز دیگه‌ای که حالا برای بازی شاید براتون جالب باشه. دیگه بدون هیچ وقفی دیگه بریم سراغ ویدیو. وقتی برای اولین بار به بازی نگاه میکنید حس و حال کلش هیروز رو داره، یعنی یه دونه شخصیتیه که داره تو بازی راه میره و به بقیه حمله میکنه. تا اینجاش که با همدیگه مشترکه، اما خب یه ذره داستانش رو با همدیگه متفاوته. توی کلش هیروز شما یک سری افرادی رو بعد بکشید که پلیر نیستن اصلا و مراحل مختلف رو بگذرونید و یه جورایی معما حل بکنید و یه سری داستانهای اونجوری داره. اما این یکی بازی ذره استراتژیک تره و میزان اکشنش که خودتون انجام بدید یکم به نظرم کمتره. حالا داستان از چه قراره؟ وقتی معرفی بازی رو بازی میکنید یک بربریان هستید که شروع میکنید حرکت کردن و اصلا دکمه اتک کردن هم نداره ظاهرا، یعنی برای اینکه به چیزی حمله بکنید جویستیک رو ول میکنید و خودش تشخیص میده که ظاهرا بعد حمله بکنید، یعنی عملا هیچ کاری رو شما جز راه رفتن انجام نمیدید و سری تصمیم ها. حالا تصمیماش چی هستن؟ یه سری باکس توی بازیه که وقتی حالا روشون میرید و میزنید 3 انتخاب بهتون میده، یعنی میتونید 3 کاراکتر رو بگیرید که کاراکترهای بازی هم از برال استارز هستش، هم از هیده، هم از کلش رویال، هم کلش آف کلنز. خلاصه نه کلش رویال نمیدونم هست یا کلش آف کلنز هست و بومبیش فکر کنم این 4 بازی در اصل و تمام کاراکترهاش رو آوردن. حتی یه مرغ توی بازی که دقیقاً نمیدونم چی کار انجام میده، ولی خلاصه مرغ و کاراکتر برال استارز همه توی این بازی هستن. حالا وقتی روی این باکس میرید یکی از اینا رو میتونید انتخاب بکنید با توجه به تصمیمتون و اون میاد در کنارتون قرار میگیره و بهتون کمک میکنه توی بازیتون. یعنی یه اسکواد دارید، عملا یه دونه گروه دارید که هر دفعه این باکس رو باز میکنید و یه کاراکتر رو انتخاب میکنید در کنارتون قرار میگیره و بهتون کمک میکنه توی مبارزه کردن و چیزهای مختلف. حالا چیکارا انجام میدن؟ مثلا برادرهای مختلف حمله میکنن به چیزهای مختلفی که هستن، مثلا اسکلتون ها یا چه میدونم دراگن یا هر چیزی که توی بازی باشه، یا حتی انمی به اونا حمله میکنه و خب ازشون دمیج میگیره میتونید بکشیدشون. یه کاراکتر خاص دیگه هم داره که اسمش گریگه، فکر کنم این برای هیدی باشه، اینم میتونه حمله بکنه به بقیه، یعنی مشت اینا میزنه ولی خب دمیجش از بقیه کمتره. خاصیتش چیه؟ میاد درخت ها رو براتون میبره و با درخت بریدن شما میتونید گلد و جم دریافت بکنید. اول از همه اینو بگم که خود گیم مود اصلی بازی در حال حاضر یه جورای جم گرابه، شما باید بیشترین جم رو توی یک مدت زمانی خاصی جمعش بکنید. تفاوتاش با جم گراب برال استارز چیه؟ مثلا یکی اینکه 2-2 3-3 نیستش در اصل، یعنی دوتا تیم نیستید، هر کس واسه خودش داره بازی میکنه، ممکنه 5 نفر توی بازی باشن، تعداد دقیقش الان یادم نیستش. بعد تفاوت های دیگه اینه که راه های مختلف دارید برای جم جم کردن. مثلا توی برال استارز شما وقتی بازی میکنید این جم ها از توی وسط زمین میان بیرون و هیچ راه دیگه ای ندارید که اون جم ها رو جمع بکنید به جز اون کشتن حریف رو اگر نظر نگیریم، هیچ راه دیگه ای برای دریافت جم ها نیستش. اما توی گیم مود این بازی علاوه بر اینکه از وسط زمین بازی حالا این جم ها میاد بیرون، شما با کشتن اون موجوداتی که توی بازی هستن، یه سری اسکلتون ها هستن، یه سری چه میدونم میگم دراگون و اینا هستن، اونا رو بکشید بهتون مثلا یه ذره جم و گلد و این داستانا میده، میتونید حریف رو بکشید و اگر گریگ رو داشته باشید میتونید با زدن درخت ها سکه و جم جم بکنید، یعنی این راه هم برای جم جم کردن رو دارید دیگه، تصمیمش با شما هست. حالا خود این باکس ها هم ظاهرا با سکه میتونید بازیشون بکنید توی یه دونه گیم پلی بازی. این باکس ها مثل باکس های برال استارز نیستش که مثلا شما باز میکنید بهتون کاراکتر جدید بده، برای هر مچی که باز میکنید اون باکس ها کاراکترهای خودش رو داره و اونا رو میتونید جمع بکنید. پس خلاصه این ماجرا این شدش که شما بعد تا جایی که میتونید اسکوادتون رو بزرگتر بکنید، کاراکترهای مختلف رو جمع بکنید و برید جم بیشترین جم توی بازی رو جمعش بکنید، حالا با کشتن حریف
یا حالا جمع کردن چیزهای مختلفی که الان بهتون توضیح دادم. بیایید با هم یه مرور داشته باشیم که اصلا چه چیزهایی توی بازی کنترلش دست شماست. یکی از اون موارد حرکت کردن شخصیت‌های بازیه که اگر جویستیک رو تکون بدید اسکوادتون با هم دیگه حرکت میکنه و اگر ولش بکنید شروع میکنه به حمله کردن به چیزهایی که حالا اطرافتون قرار داره. دومی مورد انتخاب شخصیت‌های اسکوادتون بود. توی هر مچی شما یه سری انتخاب دارید از باکس ها که چه کسی به اسکوادتون اضافه بشه، چه کسی رو بیشتر احتیاجش دارید. و سومی مورد یه حالت گجت توره، یعنی اگه گجت ها رو استفاده بکنید میتونه یه کار خاصی رو توی بازی انجام بده. مثلا اگر فریز رو انتخاب بکنید شروع میکنه به یخ زدن یه ناحیه‌ای و حریف توی اون ناحیه کند میشه. اگر چه میدونم هیل کردنی باشه هیلتون میکنه توی اون محدوده. و حالا گجت های مختلف دیگه هم توی بازی هستن، سرعت و اینام داره. حالا خیلی توضیح خاصی راجع به خود بازی نمیخوام بهتون بدم و عملا همین سه تا مورد داخل گیم پلی بازیه. یعنی راه میرید انتخاب میکنید و نهایتا گجت میزنید. به خاطر همین هم هستش که بازی خیلی به من حس بدی میده توی این مرحله، چون اصلا بازی دیگه مثل برال استارز خصوصا خیلی مهارت بیشتری میخواد بازی کردنش، اون حالا تیر زدنش و حتی راه رفتنش و اینا، تیر زدنش خصوصا، تیر زدنش خیلی مهارت میخواد. خیلی از موقع که شما دقیق باشید خوب تیر بزنید، گجتاتون رو کجا استفاده بکنید. گجتاش به نظرم خیلی پیچیده تره توی برال استارز و خیلی به نظرم بازی سادهی به نظر میرسه نسبت به بازی دیگه یه سوپرسل، حتی کلش آف کلنز و اینا خیلی استراتژیک داره توش. شما باید استفاده بکنید از اون استراتژی مورد نظرتون که چی کارا انجام بدید، چیا کجا خوبه. همچنان به نظرم اینجا خیلی استراتژی مختلفی ندارید، یا درخت میزنید یا حریف میکشید یا مثلا این گابلینا و اینا رو میزنید که ازش جم در بیارید. خلاصه من با این موردش حقیقتا خیلی حال نکردم، باز آخر ویدیو بیشتر روش بهش صحبت میکنیم. حالا اصلا این کاراکترها رو شما چجوری میتونید بازشون بکنید، چجوری انتخاب دارید روشون؟ اولا که دقیقا شبیه برال استارز شما سری کاراکترهای رو بعد باز بکنید تا ازش بتونید استفاده بکنید و باز کردنش هم شانسی نیستش، بهتون یه مقداری پوینت خاص میده که با اون پوینت ها میتونید برید هر شخصیتی که خواستید رو خریداری بکنید و توی گزینه هایی که توی باکس هست براتون ممکنه بیادش. یعنی فکر کنم اون شخصیت هایی که توی باکس بهتون نشون میده اون سه تا شانسی باشه، این مورد شانسیه. اما خب خود کاراکترهای بازی رو خودتون انتخاب میکنید که کیو بازیش بکنید. از برال استارز بکنم کلت هست، نیتا هست، بو هست، شلی هست، بی هست. از بازی دیگه بربریان و اون مرغه و گرگ هم از هیده و اینا هست. از بومیش هم مدیک و اینا رو داره، فکر کنم که مدیکش هم نظرم خیلی قوی به نظر میرسید. دقیقا همون کارکردهایی که توی اون بازی دارن و توی اینجام دارن. و اینکه جالبه بدونید که سوپر دارن مثل برال استارز، یعنی الپیمو وقتی سوپرش پر میشه مقداری اتک میکنه به انمی، شروع میکنه به پریدن روشون و حمله کردن بهشون و حالا این داستانا. ولی همچنان سوپرش دست شما نیستش، یعنی حتی از اون سوپر هم شما نمیتونید تصمیم بگیرید که کی استفاده بکنید، خودشون انجام میدن. واسه همین میگم، دوباره تکرار میکنم، این مورد داره تو ذوقم میزنه و فکر نمیکنم که از بازی یک بازی موفق رو بسازه. به نظرم توی این موارد اینطوری، یعنی توی همچین سبکی، کلش هیروز به نظرم خیلی میتونه بازی موفق تری باشه نسبت به این بازی. حالا ببینیم چه اتفاقاتی براش میفته. در نظر بگیرید که الان بازی در حال حاضر توی مراحل اولیش، یعنی حتی به بتا هم نرسیده، کلوزد بتا، خیلی تعداد کمی بهش تأسیسی دارن. اما خب کلیت بازی فکر نکنم دست بخوره و اگر قرار باشه انقدر بازی ساده‌ای باشه و پیچیدگیش کم باشه، فکر نمی‌کنم که خیلی آینده درخشان و خوبی متأسفانه داشته باشه. یکی دو مورد دیگه هم فکر کنم بازی یادم رفت که بهتون بگم، یکی اینکه شخصیت‌هاش آپگرید شدنیان. یعنی دقیقاً شبیه برال استارز شما می‌تونید آپگریدش رو بکنید و توی بازی خوب قوی‌تر عمل می‌کنن، دمیجشون زیاد میشه، جونشون زیاد میشه و خب منطقاً از کاراکترهایی که آپگرید کردید استفاده بکنید احتمالاً بهتر باید باشه. یعنی این شباهت هم به برال استارز داره و احتمالا با کوین و اینا میشه آپگریدش کرد. مورد دوم این که فکر کنم حتی داخل بازی هم مثل مواردی هست که تو خود بازی آپگرید میشن. مثلا بربریان نمیدونم چی کار کرد، باکس باز کرد، دقیقا یادم نیست توی بازی چجوری بودش، اما یه حالتی بودش که از کلاه زرد رنگی که داره یهو شد سیاه رنگی که توی کلش رویال بودش و فکر کنم به خاطر آپگرید شدنش بودش. خلاصه که فکر کنم غیر از این مواردی که بهتون گفتم مورد آپگرید شدن توی بازی هم داره. پس یه نگاه آخری بهش میندازیم.
در حالی که فکر کنم چندین بار انداختیم. حالا خلاصه میگم دیگه، نظر من منفیه آقا راجع به این بازی، من خوشم نیومد شخصا. حالا شما نظرتون رو بگید، چت اصلا با من مخالف باشید، چت خیلی حال کردید با بازیش، اما من صرفا به نظرم فکر نمی کنم که بتونه تا گلوبال برسه، چون بنز کافی پیشتگیش رو نداره، مگر اینکه در آینده بخواد تغییر بکنه. حالا گیم مود های بیشتری قطعا براش میارن که فکر نکنم واقعا گیم مود الان مشکلش باشه، قطعا اضافه میشه، ولی خب مشکلش اون نیست، مشکلش پیچیدگی کم و کنترل کم ما روی بازیه. امیدوارم که اینا رو حالا درستش بکنن تا حالا اون موقع ببینیم که چی میشه. البته خیلی هم نباید ازش انتظار زیادی رو داشت، چون تازه کلوز بتاه، هنوز خیلی چیزا مشخص نشده. نمیدونم حالا صحبت کنم توی ویدیو یا نه، چون چند بار ضبط میکنن یادم میره که کدوم رو توی کدوم قسمت گفتم، اما فکر نکنم که کلیت بازی تغییر بکنه و حالا بعد ببینیم که چی میشه. ببخشید که سرتون رو درد آوردم، اگر چیزی رو تکراری گفتم ببخشید، میگم چند بار ضبط کردم نمیدونم کدومو کی گفتم. و همین دیگه، اینم از اولین ویدیومون بعد از مدت زیادی، ببخشید اگر خیلی خوب نبود، یه مدتی که به حال کنارش گذاشتم قطعا اوف کرده یکم. لطفاً حمایت بکنید، چون بعد از این همه مدت احتمالاً خیلی آسیب دیده کانال و به کمک شما احتیاج داره. حالا راجع به این که چی کار قراره با این کانال بکنیم و اون کانال بکنیم و اصلا مسیر قراره چجور باشه، حتما با تون توی ویدیو جدا صحبت میکنم و حتما نظرتون رو راجع بهش میخوام. ارسی که هستید، امیدوارم ویدیو بعدی ویدیو بعدی ببینمتون. فعلا میبینمتون، خدافظ.